مهدی مهین زندانی سیاسی در زندان کرج جان سپرد. زندانبانان حکومت فقیه او را از ابتدایی ترین خدمات درمانی مورد نیاز محروم ساخته بودند. آیت الله علی خامنه ای فقیه حاکم در ایران بار دیگر ضمن دلسوزی برای فلسطینی ها در جنگ حماس و اسرائیل خواستار سلاح رسانی مسلمانان به حماس شد. کشتار مردم در سوریه، مردم سوریه توسط حکومت بشار اسد همپیمان حکومت ایران همچنان ادامه داد. افزایش انتقاد دولت محمود احمدی نژاد از سوی مسئولان کنونی حکومت. آیا دولت کنونی، دولت حجت الاسلام و المسلمین روحانی از این انتقادها به عنوان سرپوشی بر ناتوانی خود در حل مشکلات مردم و کشور استفاده می کند؟ زندانیان سیاسی در ایران چه وضعیتی دارند؟ چرا حکومت ایران بشار اسد را در کشتار مردم سوریه یاری می دهد و در این حال از سازمان حماس در جنگ پرکشتار فلسطینی ها با اسرائیل حمایت می کند؟ سلام به شما عزیزان، جمشید چالنگی هستم. این بار از لس آنجلس با شما خواهم بود در تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا. با من و شما هستند میهمانان جمعه شبهای تفسیر خبر در لندن آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده و در واشنگتن آقای دکتر محسن سازگار. با شما خواهیم بود تا لحظات دیگر. آقای نوری‌زاده سلام بشون. درود بر شما جناب چالنگی عزیزم، درود به دکتر سازگارای نازنین و همه بینندگان تفسیر خبر به ویژه در خانه پدری از ایران فردا. آقای سازگارا سلام به شما از تفسیر خبر. من هم عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای چالنگی، آقای دکتر نوری‌زاده عزیز و همه بینندگان ایران فردا. آقای نوری‌زاده بزنید از اینجا آغاز کنیم، از منزل، از ایران، از زندانهای حکومت فقیه. یک زندانی دیگه جوان 30 ساله ایرانی در زندان جان می‌سپرد. آنقدر کشته شدن، از میان رفتن، اعدام شدن، زیر شکنجه بیرون از زندان که دیگه توجه برانگیز نیست. یعنی اون حساسیت ها ظاهرم به نظر میرسه از بین رفته. واقعا چرا؟ چرا جامعه جهانی، چرا نهادهای بین المللی و چرا این همه ادعا در ایران هست در دولت آقای روحانی اما داستان بر همون روال در جریان قتل زندانیان به شکلهای مختلف؟ بله، حضورتون عرض کنم وقتی که رژیم جمهوری اسلامی بالای منبر میره درباره حقوق بشر، حقوق ملت فلسطین، جنایات اسرائیل در فلسطین و در زندان‌ها میگه، ضمن اینکه در این جنایات و این اعمالی که انجام میشه خب تردیدی نداریم، اما این واعظ غیر متعظ یا واعظان غیر متعظ، اینا خودشون حالیشون نیست، خودشون چی کار دارن میکنن؟ اگه اسرائیل میکنه میگه من دارم با یه نیروی میجنگم که قصد نابودی منو داره، ولی یه نویسنده، یا اهل قلم، یا اهل اندیشه، یه دانشجو چیکار داره میکنه؟ ابراز عقیده میکنه. 4 سال پیش 5 سال پیش مردم گفتن رأی ما رو پس بده، چیز دیگه ای از سید علی آقا نخواستن. ولی رفتاری که با مردم شد، ببینید یه چیزی در جمهوری اسلامی به نظر من خیلی قابل اهمیت هست. شما در بدترین نظام های دیکتاتوری که نگاه میکنید
حداقل اونایی رو که ما شاهد بودیم در این چند دهه عمرمون، مخالفانشون رو میکوبن، شکنجه میدن، انواع رفتار بد رو باشون انجام میدن، ولی در یک واقعیت در واقع آخرش اذعان میکنن. احترام این مخالفان به نوعی حفظ میشه، یعنی طرف مخالف در زندان شکنجه میشه، بعد که از زندان میاد بیرون هویت داره، شخصیت داره تو جامعه. اینو در خیلی از این جهات رو در کشورهای عربی میبینیم، ولی در جمهوری ولایت فقیه یه زندانی رو اگر مغایر خواستها و اراده امامانه ولی فقیه حرفی زده باشه یا گفته باشه یا نوشته باشه، این آدم برای تمام عمر یه انسانی است که محکومه، یه انسانی است که باید نابودش کرد، زمین رو از وجود ناپاکش باید پاک کرد. و بنابراین شما فکر می‌کنید مثلا زندانی که اونجا کشته میشه، آقای خامنه‌ای یا مقامات رژیم ناراحت میشن، اشک از چشم میاندازن که بله حیف این بیچاره زندانی مرد، میگن خدا رو شکر به درک واصل شد، خدا رو شکر یه مزاحم کمتر. من وقتی نوشته های رضا ملک رو میخونم، آدم شریفی که توی سپاه بوده بعد رفته توی اطلاعات سپاه توی وزارت اطلاعات، و کسی که واقعا با رساندن فیلم شکنجه همسر سعید امامی به ما کار بزرگی کرد و خب به پای جان زد، وقتی میخونم که او از داخل زندانهای جمهوری اسلامی چه میگوید و وقتی تعریف میکنه که وقتی شکنجش میکردن یا شلاقش میزدن چیا میگفتن و او در جواب فقط لعنت و نفرین به رهبر میکرده، این نشون میده وقتی با خودیها چنین میکنن، وقتی با همسر سعید امامی که ندیمه ی همسر آقای خامنه ای بوده اون رفتار رو میکنن، معلومه با یه آدم عادی که پشت و پناهی نداره چه میکنن. متاسفانه میگم ما ملت 35 سال پیش عقلمونو که پرواز داده بودیم، سرنوشتمون اومدیم دادیم دست یه آدمی که از غار اصحاب کهف اومده بود بیرون و اسلام عزیز رو میخواست پیاده کنه، منتها اسلام عزیزش یه نسخه بود مثل مال داعش. این ملت ایران بودن که به علت پیشرفت جامعه مدنی، دستاوردهایی که در اون سالها داشتن، این ملت ایران بودن که اجازه ندادن نظام داعش و نظام طالبان در ایران پیاده بشه. اولا شما این محلی و به این شکلی بخشای از داعش و طالبان بوده، حتی کاری که داعش میکنه در ایران آقای نوزده به شکل قانون در اومده. شما مگه قبر رضا شاه رو اینا ویران نکردن؟ قبر رضا شاه رو ویران کردن، رفتن سنگ مزار ناصرالدین شاه رو برداشتن. حالا با رضا شاه دشمن بودین، ناصرالدین شاه که به اون چیکار، بعد بسیاری از اماکن تاریخی رو خراب کردن. خلخالی رفت تخت جمشید رو خراب بکنه و خدا رحمت کنه مرحوم نصرت الله امینی، استاندار فارس بود، با گروهش اومد بیرون گفت میرم سر راه میخوابیم و اجازه نمیدیم بولدوزرهای خلخالی بیاد و جلوی ویرانی تخت جمشید گرفت. یعنی میخوام بگم اینا هم داعشن، اینا هم ادبیاتشون همینه. آخوندشون وقتی میاد میگه 14 تا بچه بیارید، مثل داعشن دیگه، اینا هم فرق نمی کنن. یا زن برای آشپزخونه خوبه، حرف ملا بوبکر بغدادی رو میزنن، با هم فرق ندارن. منتها ملت ایران بود که جلوی اینا ایستاد. والا باور کنید همین بلایی که بر سر اهل موصل اومد بر سر ما میمد، همون بلایی که طالبان در افغانستان آوردن بر سر ما میمد، برای اینکه آخوند که در مغزش جز این چرندیات چیزی نیست، اینه توی مغزشون. اون کسی که عالم دانشمند امام موسی صدر میشه، آقا رضی شیرازی میشه، علامه رضا صدر میشه، اونا هیچ وقت ادعا نکردن آخوند بودن، ملبس به لین لباس بودن ولی هیچ وقت آخوند نبود. خب بازی تأسف هست آقای نوری‌زاده که مثلا بخشی از این ملت، حالا هر چقدر که کوچه، بخشی از این ملت به تماشای اعدام ها ایستادن که امیدواریم مورد سرزنشی که باید قرار بگیرن، و بخش باز کوچکتری از این ملت نباید پنهان کرد، حتی پزشک معتقد به عقاید شبیه داعش فرق نمی کنه،
در درآوردن چشم و قطع دست یاری کرد و در حتی بود کسی صنعتگری که ماشین قطع دست با همکاری پزشکی در ایران ساخت. یعنی آنچه که داعش انجام داد عملا جزء قوانین جمهوری اسلامی حکومت فقیه در ایران هست. این هست متاسفانه. و آقای سازگار موضوع همینه، میشه برای فلسطینی ها، بچه های نازنین فلسطینی و مردم فلسطین که کشته میشن واقعا نگران بود، و همینطور برای مردم نگران اسرائیل، باز برمیگردیم به همون حرف، جنگ افروزان در منطقه و موضوعاتی که هست، اما از چه زاویه و در چه جهتی. آقای خامنه ای باز سینه به تنور چسبوندن از این بابت، اما در هیچ کدوم از جنگ های خاورمیانه، عرب اسرائیل، چه از این و چه از اون بر، به هیچ اسیری تجاوز نشد. در ترکیه عثمانی چنین بودن زمان، اون زمان کرده، ولی در هیچ کدوم از جنگ های خاورمیانه، در هیچ کدوم از جنگ های بین عرب، عراق و کویت و اینها، به هیچ اسیری تجاوز نشد. در جنگ های عرب و اسرائیل گفتم و جاهای دیگه، در ایران در این حکومت چنین شد. به زندانیان، جوانان مردم تجاوز شد، دختر و پسر. در زندان ها در اثر بیدارویی از بین رفتن، از جمله آسپ داشت این جوان ایرانی، آسپ داشت آقای سازگار، از بین رفت. اما آقای خامنه ای سینه به تنور برای مردم فلسطین که بارا فلسطینی ها رو عبران فلسطین گفتم ما رو به خیر تو امید نیست، شر مرسون، تفسیر شما رو میشتم. من آقای چالنگی ضمن ابراز تأسف و همدردی با خانواده این عزیز در زندان در گذشته، چند تا نکته رو در این رابطه میخوام عرض کنم. نکته اول که جالب بود که در چهارشنبه گذشته خبرگزاری فارس، حالا یا یکی از کارکنان شیطنت کرده بود یا از دستش در رفته بود، به عنوان کار قرون وسطایی داعش گفته بود که حکم کرده داعش از دخترها از کلاس پنجم دبستان به بالا باید روسری سرشون بکنن. بعد مثل که یادش نبود که در ایران از کلاس اول دبستان و حتی مهد کودک ها دخترها رو وادار میکنن روسری سرشون بکنن. جوانای زرنگ بلافاصله این رو دیدن و موج رد و بدل کردن تو اینترنت شد. به غروب نرسیده اصلا از روی سایت خبرگزاری فارس برداشتن. همطور که شما هم اشاره میکنید، کارهایی که داعش میکنه متاسفانه پاره از اونها در قانون تعزیرات اسلامی نهادینه شده، قانونی شده، یا برخورد با خانومها و بانوان یا برخورد در زندانها به گونه ایست که هیچ کمی از کارهایی که داعش میکنه نداره. در همین هفته ای هم که گذشت، وزارت خارجه امریکا گزارشی راجع به آزادی مذاهب در دنیا منتشر کرد که 44 صفحه راجع به ایران بود و نشان داده بود این گزارش که در ایران رفتار با اقلیت‌های دینی، پیروان مذاهب مختلف، نه فقط در سال گذشته بهتر نشده که بد هر شده، و نمونه های متعددی ذکر کرد. و جالبه که حسب معمول وزارت خارجه ایران، این خانوم افخم که سخنگو هست، جواب دادن و اصلا ایشون فرمودن که در آمریکا بدرفتاری با اقلیت های دینی افزایش پیدا کرده، ادیان ابراهیمی در زیر فشارن و همسال، و خلاصه اصلا آمریکا بیخود میکنه که راجع به کارهایی که ما میکنیم نظر میده. مطالبی که واقعیتش این است که سراپا دروغه، در آمریکا چون این چیزی نیست. و کلن آقای چالنگی، از زاویه دیگه عرض بکنم، اتفاق خوبی که به نظر من در هفته گذشته
در امریکا حداقل داره میفته این است که آقای ادرویس رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا صحبت کرد و گفت که تمرکز دولت آقای اوباما باید روی حقوق بشر در ایران باشه و 740 اعدام ما در یک سال گذشته داشتیم، افزایش اعدام ها، افزایش فشار روی مذاهب مختلف، افزایش فشار روی مردم، اینها از مواردی است که باید در دستور قرار بگیره. در سنای امریکا هم این اتفاق افتاده. خوشبختانه تا اونجا که من خبر دارم گروه های مختلفی از فعالین حقوق بشر و مخالفین حکومت ایران موفق شدند که مسئله حقوق بشر و نقض آزادی های مردم رو به دستور کنگره امریکا بیارن و به طور جدی از دولت امریکا بخوان و فشار بیارن که هر نوع مذاکره‌ای با ایران منوط به رعایت حقوق بشر باشه. به هر صورت به نظرم این چیزی که حالا فرمودید آقای خامنه‌ای خودش رو بس که فراموش میکنه، یکی آینه ایشون باید جلوی خودش بذاره صبح تا شب و نگاه کنه ببینه چه میکنند با زن و بچه مردم در اون کشور، در زندانها، در بیرون زندانها، در ایران رژیم ایشون چه رفتار میکنه، بعد اون وقت به خودش اجازه بده راجع به دیگران قضاوت بکنه. به قول معروف یک سوزن بعد اول به خودش بزنه بعد یک جوالدوز به مردم، در حالی که ایشون سوزن که به خودش نمیزنه هیچی، دائما هم از مردم، به قول آقای نوریزاده برعکس دیکتاتورهای دیگه اینا صبح تا شب هم از مردم طلبکارن و منت سر مردم میذارن با بلاهایی که سرشون میارن و در عوض هم از همه دنیا هم میخوان ایراد بگیرن، گویی در همه دنیا نقصان وجود داره الا در آنچه که حضرات میکنه. مگر وجود داره آقای سازگار نقصان؟ یادی باید بکنیم از امیدرضا میرسیافی عزیز، جوان ایرانی مثل ستار بهشتی که وبلاگ نویس که در زندان کشته شد، تنها یک سوال داشت، اینکه ما هم فرزندان شما هستیم آقای خامنه‌ای، فقط فلسطینی ها نیستن که البته به تزویر آقای خامنه‌ای و امثال هم طبعا راجع به فلسطینی ها میگن، این حرف من نیست، حرف رهبران فلسطینی است، قطعا آقای نوریزاده در جریان هستن خواهند گفت. برحال امیدرضا میرسیافی هم در زندان کشته شد مانند ستار بهشتی. اما آقای نوریزاده قبل از که به مسائل منطقه بپردازیم، در همون عرصه داخلی انتقادها از دولت محمود احمدی نژاد افزایش پیدا کرده، انگار که من و شما و آقای سازدار و بقیه بودیم در این 8 سال مورد حمایت ولی فقیه و حکومت میکردیم و چیزی که آقای چالنگی منو شگفتی زده میکنه، یه آدمی اومده 8 سال 100 میلیارد پول مملکت رو به باد داده، قرض و بدبختی و فلاکت و مصیبت و اعتیاد و همه اینا رو هم به جا گذاشته تو مملکت، که 8 سال از عمر این ملت، 8 سال از عمر نسل جوان تلف شد برای یه آدم نادانی که حد اکثر خیلی بهش لطف بکنن باید بشه رئیس اداره فاضلاب یالقوزآباد، ولی بیاد بشه رئیس جمهوری ایران. بعد نماز فطر رو شما نگاه میکنید، اولین نفر پشت سر آقای خامنه ایشونه، بعد میگن آقای رحیمی دزده، 4 قدم اونورتر آقای رحیمی در صف اول، اسفندیار رحیم مشایی باعث همه بدبختی هاست، 4 متر اونورتر دست چپ، همه اونجا قرار گرفتن، ولی خاتمی نیست، وزراش نیستن، مسئولان دولتش نیستن، چون مغضوبن و آقای احمدی نژاد هنوز محبوب آقاست، چون 100 میلیارد وقتی برداشته میشه این 100 میلیارد تنهایی خورده نمیشه، بالاخره آقازاده ها هستن، آقای محمدی گلپایگانی هست، آقازاده شون داماد آقا هست، 60 میلیون پول تیاره خورده میشه. میخوام بهتون بگم این انتقاد از احمدی نژاد آبکی، این انتقادارم تازه اگر میشنویم کی میکنه؟ رفسنجانی و روحانی و
دوستان خاتمی و نزدیکانش اینا میکنن که متضرر عمده بودن تو این ماجرا. که اخیرا حرفای رفسنجانی هم جالب بود که وقتی این اومد ما رقمی حسابش نکردیم، آدم کی آبز بیاد، ولی بعد دیدیم نخیر برنامه ریزی از قبل شده. بعدم اون حرفای خبرنگاری که اومد گفت آقا از قبل به ما گفته بودن ایشون باید برنده اعلام بشه، اصلا ارقام و آمار رو دادن دست ما. حالا چهار تا انتقاد هم ازش میکنن معنایی نداره. پول و برداشت رفت دانشگاه درست کرد، فکر کرد مثلا هر کسی میشه برهمساله، برهمساله دانشگاه تو سلیمانیه درست کرده، دانشگاه آمریکایی که طبق گزارش که امسال اومد بهترین دانشگاه در خاورمیانه شناخته شده. خب آقای احمدی نژاد فکر کرد اونم میره با چهار تا از این گله گشنه ها دانشگاه درست میکنه، 16 میلیارد تومان هم برداشت بود. ببینید آقای چالنگی، کار از پایه خرابه. بزرگ قوم که اون حرف زدنشه، اون راجب فلسطینشه، اون مشاور عالی نظامیش راجب جنگ میاد بزرگترین توهین رو به ارتشی های ما میکنه که با همه زخمی که بر تن داشتن ایستادن تو جنگ و اونجور دلاورانه خرمشهر رو آزاد کردن. منتها وقتی گفتن بریم تو خاک عراق گفتن ما دفاع از میهنمون میکنیم، ما متجاوز نیستیم، ما ارتش متجاوز نیستیم. اون وقت آقایون دادن دست سپاه که اون آبروریزی ها رو تو جنگ به بار آوردن. غرض اینه که اساس این ملک از پایه خرابه و تا زمانی که چیزی به نام ولایت فقیه و حکومت دینی در ایران باشه، انتقاد از احمدی نژاد سگ زد برادر شغال. احمدی نژاد هم مثل اون یکی، اون یکی هم مثل احمدی نژاد، فرقی با هم نداره. خوب بزرگ قوم گفت آقای نوریزاده. در قوم کسان دیگری هستند و منظور قطعا همین قوم حاکم هست که حکومت و ظالمین. بله قوم ظالمین. به هر حال آقای سازگاره به نظر میرسه این یه پوششی داره میشه که کی بود کی بود، من نبودم، احمدی نژاد بود و اینا. یک سال خورده گذشته، صد روز اول قرار بود قضاوت بشه راجع به دولت آقای روحانی، بیش از یک سال هست. ایشون همچنان مشغول انشاخانی هست یا نه واقعا دارن عملا کارهای بنیادی وعده داده شده هم انجام شده، مثل وعده‌ای که به زنان ایرانی داده شده بود در وقت تامین شغل و مقام، اون سخنان که زن در اسلام یا در حکومت اسلامی جایگاه ویژه‌ای دارد تو انشاهایی است که خونده میشه. عملا چی هست؟ این انتقادهای از احمدی نژاد و بقیه سرپوش بر ناتوانی حکومت کنون، دولت کنونی، یا شما بفرمایید؟ اصطلاحاً میگن بازی کارت اول. ضرب المثلی در صنعت هست که میگن مدیرعامل یک کارخانه عوض شد، مدیرعامل قبلی برد همه جا رو نشونش داد، آخر سر آوردش توی دفتر مدیرعامل رو تحویلش بده، گفتش که هر وقت کارت سخت شد سه تا کارت هم توی کشو هست به ترتیب بردار انجام میشه. رفت دو ماه بعد سهام کارخونه تو بورس سقوط کرده بود و این مدیرعامل جدید یاد اون سه کارت افتاد. کارت اولو برداشت، دید نوشته که برو وعده بده، ببخشید برو انتقاد کن از مدیر قبلی، بگو همه کارا رو اون کرده، خراب کرده. رفت مصاحبه کرد، سخنرانی کرد برای کارگرها که اون خراب کرده، ویران کرده، اینجوری کرده، یه خود بهتر شد، سهام رفت بالا. سه ماه بعد دوباره اوضاع خراب شده بود، رفت کارت دومو برداشت، دید نوشته که وعده بده، وعید بده، بگو اینجوریش میکنم، اونطوریش میکنم، درست میشه. و سه ماه بعد که باز خراب شد، رفت دید نوشته که سه تا کارت مثل این بنویس، بذار برای مدیر بعدی و برو. ببینید الان دولت آقای روحانی بیش از یک سال، 13 ماه در مستر کار هست، متاسفانه فقط کارت اول رو هنوز داره بازی میکنه. یعنی دائما میگه که مدیر قبلی خراب کرده و راست میگه، یعنی این رو که در شکی نیست. دولت آقای خامنه ای، آقای خامنه ای دلش میخواد مردم آلزایمر سیاسی داشته باشن، یادشون بره که ایشون تمام قوا پشت این دولت بوده، دولت احمدی نژاد تمام نسخه های آقای خامنه ای رو پیچید، مردم رو ایشون پشت تجاوز کرد، شکنجه کرد که احمدی نژاد رو در قدرت نگه داره. و آنچه که احمدی نژاد کرده
دقیقاً هر چه کرده باید به پای کارنامه آقای خامنه‌ای نوشته بشه. برخی از مردم البته آقای سازگار رو تمرین آلزایمر میکنن، یعنی گفت بدون هیچ مبالغه. ولی ببینید وضع کشور واقعا آقای چالنگی خرابه. در همین هفته گذشته آقای نعمت‌زاده وزیر صنعت و معدن و تجارت گفت بیش از نیمی از کارخانجات کشور یا متوقف شده یا راکده. ده ها هزار پروژه صنعتی نیمه تمام خابیده و رکود کار نمیکنه. خیلی تازه به نظر من با شک بعد به رقم ایشون نگاه کرد، گفت نرخ رشد اقتصادی که منفی بوده از منهای 58 پارسال رسیده به منهای 2.2%. و یا وزیر دارایی گفت، دولت آقای طیب‌نیا گفت 250 هزار میلیارد تومان دولت بدهی داره که در رقم دقیق رو هیچ کس هم نمیدونه. بیش از 67 هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بده کار، 70 هزار میلیارد تومان صندوق‌های بازنشستگی که در رأسش سازمان تأمین هست و دسترنج کارگرها تو صندوقش هست رو دولت برداشته و نزدیک به 40 هزار میلیارد تومان دولت به پیمانکارا بده کاره. یعنی دولت در واقع به عنوان یک مؤسسه اگر نگاهش کنید 100% ورشکسته است الان و نزدیک به بیش از نیمی یا 60% 70% تولید ناخالص داخلی کشور رو دولت بدهکاره. یعنی این از اون نکاتی است که اگر یک شب در واقع بره به خودآگاه همه مردم، ناگهان اتفاقاتی که در آرژانتین اینجا افتاد میفته و همه چیز به اصطلاح فرو میپاشه، هستم یک کلاپس اقتصادی میشه. یعنی ایران روی لب تیغ در واقع یک دو فروپاشی اقتصادی داره راه میره. اما آقای چالنگی، متاسفانه من شخصا به عنوان اقتصاددان نیستم، ولی به عنوان یک مصرف کننده علم اقتصاد سعی کردم این مدت از نزدیک نگاه کنم ببینم آیا خبری از یک برنامه ریزی برای بیرون آوردن کشور از رکود تورمی، مهلک‌ترین بیماری اقتصادی، هست یا نه. و هفته گذشته به نظر من آقای دکتر مسعود نیلی که مشاور آقای روحانی هست و حرفای حسابی ایشون میزنه، مصاحبه مفصلی داشت و در واقع آقای نیلی به درستی مطرح کرده بود که آقا بیرون اومدن از این رکود کار ساده‌ای نیست و احتیاج به خیلی تغییرات داره و این تغییرات های چالنگی در رأسش فساده. فسادی که کشور رو گرفته، خانه در واقع از پای بسته. اول همه باید شما 95 میلیارد دلار مؤسسه ستاد اجرایی فرمان امامی که دست آقای خامنه‌ای از ایشون بگیری، ملی کنی، بدی به مردم، بنیاد مستضعفان رو بگیری بدی به حداقل همین جانبازای جنگ که یکی یکی فوت میکنن، اونایشون که شیمیایی بودن. شما باید بتونید دست سپاه رو کوتاه کنی، نه اینکه 20 هزار میلیارد تومان شهرداری تهران همه پروژه ها رو داده به سپاه و یک دونش هم الحمدلله انجام نمیده. در شیراز پل اومد این سپاه ساخته. پس این انتقادا به اینجا میرسیم که سرپوشی هست بر این ندانم کاری ها، ناتوانی ها. کاری نکرد، یعنی دولت آقای روحانی به قول شما در همه جای دنیا صد روز اول اندازه میگیرن. تا اینجای کار ما ندیدیم دولت روحانی برنامه جدی برای بیرون آوردن کشور از وضع اقتصادی داشته باشه. به نظرم همه امیدشون این است که بلکه این اتمیه به یه جایی برسه، دوباره شیر این نفتی خود باز شه، ولو به قیمت تورم جدید یه رونق خاصی در واقع بود. من آقای سازگار اشاره کرد به مدیری که سه کارت داشت. این البته میتونه باشه در خب مثاله، ولی در یک کشوری که مدیریت بر یه اساسی میچرخه، در ایران البته میدونیم سالیان سال هست چنین نیست، اون کارت ها شکل دیگه ای دارن. اگر ناراضی هستن وعده بده، یا هر چه که هست ممکنه یه وعده هایی داده شده، اگر نشود بگیرید، ببندید، بزنید، بکشید، رضا شهابی رو زندان کنید، کارگرهای دیگه رو، آنچه که میتوانید بر سرشون بیارید و ببندید. در جمهوری اسلامی شواهد همه خود شما میدونید که
باعث شکست میشن در جنگ امثال محسن رضایی و بقیه، وقتی هم که اعتراف به مسئولیتشون میکنن تازه سمت بالاتری هم میگیرن. آقای پور محمدی آدم میکشه، در کشتن بیش از 3000 نفر در زندان ها سمت وزارت دادگستری هم بهش داده میشه و بقیه داستان که خود شما بهتر میدونید. اما آقای نوری زاده، آقای نیلی یا هر کدوم دیگه از آقایون مشاورین، دستاندرکاران این حکومت، کارگزاران حکومت ولی فقیه، خب این که به هر حال مملکت دچار فساد هست و اینها، ایشون حتما قطعا تخصص دارن ولی احتیاج به هیچ نوع تخصصی نیست، هر ارباب رجوع دولتی میتونه بفهمه این رو و هر کسی که در ایران زندگی مون جایی میگه. اما آیا با وجود یک چنین نظامی ولایت فقیه، باز پرسش همیشگی هست، کسانی مثل آقای نیلی یا بقیه هر چقدر فرض بر این باشه، فرض بر این باشه که خیرخواه هستن، میتونن راه به جایی ببرن؟ نه، عملا ما اینو در برنامه پیش هم اشاره کردیم، آدمهای خوب زیادن، آدمهای خردمند و با دانش زیادن، در خود آقای کابینه آقای روحانی، تیم اقتصادیش آدمهای موجهی هستن و بچه های درس خونده هستن که در یک انوایرمنت، یک شرایط اجتماعی و فرهنگی مناسب هر کدوم واقعا میتونستن صفیه اصفیا بشن، یعنی هست این امکان وجود داره، منتها شرایط نامناسب. ببینید وقتی که آقای طیب نیا اومد، اگر برگردیم به اون مصاحبه های روزهای اولش و حرفایی که میزد، پر از انرژی و اراده بود برای مبارزه با فساد، پس گرفتن حق و ناس، اجرای برنامه های اقتصادی درست. دو سه ماه که نشست، دو بار که رو شونش زدن، آقای وحید حقانیان پیغام داد آقا شما زیادتر از دهانتون صحبت کردید، یا تو جلسه ای از دولت تذکر بهش داده شد که این مقولات لطفاً دخالت نکنید، یا عملا اومد دید یه معاون از جانب آقای خامنه‌ای براش گذاشتن که همه اختیارات دست اونه، حواسش جمع شد، گفت حالا اشکال نداره، بذار حداقل از این ماشین وزارتی و امکانات و خونه و اینا استفاده کنم، شاید تو این چهار سال بتونم یه قدمی برای مردم بردارم. جمهوری اسلامی با تمام آدمایی که نیت پاک داشتن، علاقمند بودن خدمت به مردم کنن، همین رفتار کرد. شما یادتونه اینا با عبدالله نوری چه کردن، و عبدالله نوری این شهامت رو داشت که در دادگاهش اومد گفت آقایون مردم فلسطین اسرائیل رو به رسمیت شناختن، حالا شما از اینجا میخواین اسرائیل رو نابود کنین؟ و این خیلی های دیگه هم بودن، آدمایی که واقعا با صداقت اومدن به مملکتشون خدمت کنن، ولی این نظام فاسده، این نظام یه خانه موریانه خورده است، شما هرچی تیرک بخوای زیرش بزنی بدتر چوب و سوراخ میکنی میریزه بیرون، و این به نظر من این نظام گزیری برای ملت ایران جز پایین آوردن این نظام نیست. حالا کی میشه، چه زمانی اتفاق میفته؟ آثار این فرو ریختن کم و بیش ظاهر شده، منتها حالا کی فرو میریزه اون دیگه با خداست، نمیدونم، به همت مردم بستگی داره. ولی یه نکته رو بگم آقای چالنگی، وقتی شما نگاه میکنید عناصر ولی فقیه اونجور حمله میکنن به هاشمی، بعد هاشمی میاد میگه آقا قدرت ارث پدرت که نیست که، تو آخر چسبیدی به این صندلی، خب همه فهم به کی داره میگه، مسخره میکنه میگه شما میخواین ستلایت رو جمع کنین، اینترنت رو میخواین جمع بکنین، مردم بلدن چه؟ خب اینو به کی داری میگه؟ به آقایی برمیگرده میگه که این اینترنت غربیا درست کردن اسلامو اما بگیرن، یا در مقوله علوم اجتماعی وقتی میخوام بهتون بگم اینا شمشیر رو به رو همدیگه واقعا کشیدن. داستان شوخی هم نیست، جنگ زرگری هم نیست، چون یارو اومده آقای رحیم صفوی تمام هاشمی رو برده زیر علامت سوال، اون یکی اومده آقای محسن رضایی هم زبون در آورده، تفلک همینجوری 20 ساله داره میچرخه دور خودش، نامزد انتخابات شد، برنامه اقتصادی ترک کرد، هیچ کی بهش نمیگه خر شما به چنده.
خلاصه هر کدوم از یه طرفی دارن این حرفا رو میزنن، ولی به یه نقطه اساسی همه کسایی که آقا این نوری زده، یعنی حرف برا تو جنگی که با هم ممکنه داشته باشن که دارن، بله زرگری نیست، ولی باز از حرفای مردم و خواسته های مردم و باز مردم وسیله شد میشن برای پیشبرد هدف خودشون. همه این مصیبت رو من صراحتا باز همینجا بگم، آقای باز همین خود خامنه‌ای تنها که انجام نداد. وقتی ارکان یک نظام اینجور به جون همدیگه میفتن، بله، و این نشون دهنده اینه که این نظام قابلیت ادامه یافتن نداره. قصد من اینه، ولی نمیگم رفسنجانی درست میگه یا اون یکی، اینا همه با هم بودن. منظور به خصوص در زمان جنگ اون ارتش بیچاره بود که اونقدر اذیتش کردن، اون قاسم زهیر نژاد بود که خون گریه میکرد، علی شهبازی بود که پدرش رو درآوردن، منصور ستاری بود که بعدن کشتنش، اینا به جون هم افتادن. این نشون دهنده اینه که این نظام یک همبستگی و هماهنگی بین هم دیگه نداره. شما نماز عید فطر رو بگیرید جلوتون نگاه کنید، از این ور تا اون ور فریب، دروغ، حق بازی. صادق لاریجانی نماز عید فطر داره گریه میکنه، انگار مراسم عاشوراست، نماز عیده، نماز شادیه، نماز رضایت از عبادت یک ماه است، او داره گریه میکنه. ایشون به روی حرف آقای خمینی بود که کلیوم عاشورا در حال واقعا آدم به نقطه‌ای میرسه که هرچی هم میگه بعد با خودش این سؤال رو میکنه، آیا تا زمانی که مردم ما زری امامزاده بیژن رو میرن توش پول میریزن این حرفا به جای خواهد رسید؟ آقای سازگاری، آقای نورزاده اشاره کردن و این نظریه هم وجود داره در علم سیاست، نظریه پردازها، کارشناسان این حرف رو زدن که زمانی که کارگزاران یک حکومت خودشون دیگه مسئولیت نداره، یعنی امروز دارن حکومت میکنن، فردا ممکنه زندان باشن یا هرچی اتفاق برشون میفته، اتفاقی که تو ایران افتاده، این نشونه در سراشیب قرار گرفتن یا افتادن حکومت هاست. این رو شما چطور تعبیر تفسیر میکنید؟ وضعیتی که در ایران هست، این جنگ که واقعی هست بین جناهای مختلف، رو به کجا داره؟ رو به تحکیم حکومت چی هست؟ به صورت به قول آقای دکتر بشیری سالها پیش ایشون رو مطرح که ماشین دموکراسی از نخبگان حکومتی میشه، بخصوص در اروپای شرقی و شوروی این اتفاق افتاد، یعنی عناصر دستندرکار حکومت وقتی که متوجه شدند که ماشین حکومت به اون شکل کار نمیکنه، کارآمدی نداره، اون سنترالیزم احزاب کمونیست که همه چیز باید بره به کمیته مرکزی و دفتر سیاسی از اونجا حرکت بکنه، ماشین زنگ زده است که رشد جوامع رو متوقف کرده و شروع کردن به تغییر و تبدیل، در واقع توانست نفس کشی برای مردم ایجاد بشه و ماشین دموکراسی به حرکت بیفته. در ایران الان مدتی است که بخش‌های خود حکومت متوجه هستند که ماشین زنگ زده نظام جمهوری اسلامی و ساختار ولایت فقیه که همه چیز باید بره به یک نفر، از اون یک نفر جاری بشه، کار نمی کنه. حاصلش هم فساد، هم جنایت، هم نقض حقوق مردم و هم وحشتناک ناکارآمدی حکومت. به اضافه اینکه حالا این گفت گل بود به سبزه آراسته شد، این ولی فقیه هم آدمی است که آستیگماتیزم سیاسی داره و دنیا رو وارونه میبینه، در اوهام نظر من به سر میبره و حرفهایی میزنه، کشور رو به راههایی برده مثل این پروژه هسته‌ای یا حرفهایی که راجع به فلسطین و اسرائیل و غیره میزنه که
حاصلش در واقع فاجعه هم خلق میکنه و آدمی است که به نهایت خودبین خودش رو در همه امور متخصص میدونه و یک عده بادمجون دورقابچین هم دورش جمع شدن، هر روز بادش میکنن، بزرگترش میکنن، هر روز دارن میبرنش بالاتر، پیغمبرش کردن، از پیغمبر و خدا هم بردنش بالاتر و این فاجعه به مراتب بدتر هم شد. من آقای چالنگی یک نکته رو عرض بکنم در همین عمل کرده این استبداد دینی حاکم بر ایران، ولایت فقیه شخص آقای خامنه‌ای، دیکتاتور دینی که حاکمه، شما همین یک قلم رو در نظر بگیرید که ایشون این سینه‌ای که چاک میکنه برای نابود کردن اسرائیل، الان روی تبل چنگ کوبیده ایشون که ساحل غربی اردن هم ای بابا برن مسلحشن و جیغ و داد میکنن آقای قاسم سلیمانی که نفرین و لعنت فرستاده به مصری ها، چرا گذرگاه رفح رو باز نمیکنن، ایشون موچک صدمن یغاز بدن به ماس که به قدرتی خدا یک دونش هم نتونست از گنبد آهنی اسرائیلی ها رج و کار بکنه. بهای این کار، من به چیزای دیگرش کاری ندارم آقای چالنگی، من هم دلم برای بچه فلسطینی میسوزه که کشته میشه، برای اسرائیلیش هم میسوزه، جنگ چیز بدیست، اما انکار نمی کنم در درجه اول دلم برای کودک ایرانی میسوزه، دلم برای وطنم میسوزه و بهای این ندانم کاری، این نابودی اسرائیل، این حرفایی که آقایون میزنن این است که چه خوشش بیاد چه بدشون بیاد، در دنیا به هر حال نفوذ گوهای یهودی بکنه است که الان در آمریکا، همین الان سنای آمریکا گریبان دولت آقای اوباما رو گرفته، آقای منندز مطرح کرده است که آقای اوباما شما اصلا قرارداد ژنو رو که امضا کردی 6 ماه پیش با ایران پیمان بوده، باید میمدی کنگره اجازه بگیری، دولت هم میگه نه. آیا احساس کنم داریم میریم به یه جای دیگه؟ من راجع به اختلافات این حکومت بود. ببخشید من این نکته رو برماسم عرض کنم که نهایت این کشمکش کنگره و دولت چی شده؟ کنگره داره میگه حالا سر این که دعوا داریم که اصلا تو اجازه داشتی آقای دولت اوباما امضا کنی یا نه، اما این تحریم هایی که گذاشته شده بدون اجازه کنگره امکان برداشتنش نیست. مرادم این است که بهای من انتقادم رو میخوام متوجه اون کسانی بکنم که همراهی میکنند با آقای خامنه ای اگرچه علاقه من به مردم فلسطین هستند و حواسشون نیست که بهای این ماجراجویی های آقای خامنه ای این است که مردم گرسنه‌ان، تحریم‌ها برقراره و حاصلش در واقع این شعارهایی میدن، این اتفاقاتی است که در کشور داریم. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر، به منطقه به حوالی ایران سری میزنیم، آخرین خبرها رو در عرصه منطقه بررسی خواهیم کرد. تا لحظاتی دیگر. آقای نوری‌زاده کشتار در سوریه همچنان ادامه داره، تعداد کشته شدگان سوری بیشتر از کشته شدگان فلسطینی است در همین ایامی که حملات اسرائیل به طور پیگیر به غزه بوده و موشک پرانی حماس به اسرائیل و هرچی که در عراق هم که وضع به همین شکل در عرصه سیاسی همچنان ثبات روبه آینده و سازندهی رو ما نمی بینیم و اوضاع از این قرار. یه تفاوت خبرهای غزه و خبرهای حماس و اسرائیل هم که تمام عالم آدم می ده. این وسط اساسا آقای خامنه ای چه کاره منطقه هستن که
از همه جهان میخوان و آقای قاسم سلیمانی که خشم ما بالاخره به موقعش سر لبریز خواهد شد اون موقع نشون میدیم، و یا مثلا نمایندهای مجلس میدونن ویزا نخواهد داد مثل به کسانی که میخوان برن در غزه یا هر جای دیگه، تازه داره راه رو اونجا تونل هایی که بوده میبینم از این قبل. تفسیر شما رو میشتن. ببینید من اصلا اینجوری میگم، ماجرای این سه یهودی رو ربودن و داستان به اینجا کشیدن، جنایت کشتن یه جوان 16 ساله فلسطینی، آتش زدنش و او زنده بوده، اینا همه در چارچوب یک سناریویی است که همین قاسم سلیمانی ها در نوشتن و اجراش نقش اساسی داره. ببینید الان گزارش های اومده که آقای محمود زهار و آقای اسماعیل هنیه و حتی خالد مشعل با وزیر اطلاعات ایران، با قاسم سلیمانی، با رئیس دفتر آقای خامنه‌ای و با اسقر اعجازی گفتگو کردن تلفنی. در قطر مذاکراتی بینشون صورت گرفت، چکایی داده شده. یعنی به محض اینکه آشوب به پا میشه، جنگ و کشتار میشه، جمهوری اسلامی حاضره. اما وقتی فتح و حماس مصالحه کردن، وقتی این دو سازمان اومدن با هم، امیدواری ایجاد شد که ابو مازن الان قدرتمند شده، میتونه بره مذاکرات صلح دنبال بکنه، جمهوری اسلامی ناسزا گفت، فحش داد. همین حرف آقای خامنه‌ای که در مورد ساحل غربی رود اردن میزنه، مداخله در حاکمیت یک کشوره. فردا اگر ابو مازن بیاد راجع به ایران این چیزو بگه، آقای خامنه‌ای خوشش میاد که همین جوری داره در امور دیگران مداخله میکنه. همه خائنن. علی ابن جواد تبریزی خادم، علی ابن جواد تبریزی مصالح مسلمین رو از شرق تا غرب، از جابلغا تا جابلسا ایشون داره حفظ میکنه. چند نکته اینجا به نظر من قابل تأمله. رژیم سوریه یه آدم میکشه، یه رژیم جنایتکار فاشیسته، یه رژیمی است که مردم در گزینشش نقشی نداشتن، رژیمی است داره مردمش رو میکشه، و یه رژیمی که باز او هم مورد نفرت مردمشه، فقط یه اقلیتی حمایتش میکنن، داره این رژیم رو حمایت میکنه، و آقای پوتین هم با اون کارنامش پشت سر هر دو ایستاده. اما آنچه در غزه داره رخ میده، دولتی به نام اسرائیل که تا 30 سال پیش دولت نمونه منطقه بود، روشنفکر چپ ایرانی که حتی مخالف رژیم بود، میرفت اسرائیل، میومد از عدالت میگفت، از اینکه عرب اسرائیلی از عربی که تو کشور خودش حقوقش بیشتره، از فلسطینی که حقوقش اینجا بیشتره، از جامعه جاست میگفت، جامعه عادل، بنگونیری توش بود، گلدامایری توش بود، ایبا ایبانی توش بود، آقای رابینی توش بود، آقای یوسیبیلین توش بود، افرادی بودن، حزب کارگر نماد یک حزب سوسیالیست انسانی بود. این کشور که ادعا داره دموکراسی دموکراتیکه، حق نداره بره رو بچه های مردم تو اونروا بمب بریزه، تو مدرسه بمب بریزه. بهانش هم اینجا باشه که از جا موشک شلیک شد، همه میدونن از بازار روز شهر شجاعیه، شهرک شجاعیه، و از ساختمان مدرسه اونروا موشکی شلیک نشد. این است که اسرائیل متاسفانه هیچ نوع توجیهی برای کارش نداره. حالا هی بیاد بگه من تونلا رو میخوام بزنم، و در واقع اسرائیل داره به سید علی آقا و امثاله هم خوراک میده، به دستشون خوراک میده که ولی ما... آقای نوریزاده ببینید مسئله این جنگ دو طرف است. بسیار هم بودن کشورهای دموکراتیک و هستن در طول تاریخ که چون این کارهایی کردن حکومت ها بشد، خیلی اروپایی ها و خیلی کارهای دیگه، یا حملاتی که در عراق جنگنده های آمریکا بالا به اشتباه یا عمدن یا اونا بحثای دیگه است، من نمیدونم. ولی ببینید قرار نیست که آدم های دموکرات هم بشینن و صبح تا شب بر سرشون موشک انداخته بشه. آقای شالنگی قربونه برم، 300 تا موشک حماس 3 تا 2 تا شهروند اسرائیلی رو کشته، 300 تا موشکش. اسرائیل 1400 نفر کشته، 7000 نفر م... این که اصلا جنگی برای جنگ نیست، یعنی این کار کردن. منتها شما خود شما هم که اول اشاره کردن کار بسیار زشتیه،
اساسا شهرک‌سازی در مناطق فلسطینی میتونه کار زشتی باشه، همه اینا هست. منتها این برای قضیه که آقای حماس دار و دست آقای بقیهشون باشه، خالد مشعل بقیه، خب اینا که خواستار نابودی اسرائیل هستن، چرا برای مردم پناهگاه نمیسازن؟ چرا وقتی اسرائیل به اینا هشدار میده که مردم خانه هاتون رو ترک کنین، پناهگاهی وجود نداره که برن در اون پناهگاه ها مردم هن. اونجا جنگه، حمله میکنه. هر دو طرف کار زشت میکنن در مواردی، بس بستر اینه، نه اینکه از کار بسیار از کارهایی که اسرائیل کرده قابل دفاع نیست. اصلا مسئله این نیست که دفاع بشه نشه. این یه داستانی پشتش بوده، تحریک شده به اینجا برسه که آقایون هم حماس هم یک تشکیلات دموکرات نیست. حماس یه سازمان تروریستیه، یعنی در این که شکی نداریم. جهاد اسلامی، حماس، اینا سازمان تروریستی هن. اگر نبودن کودتا نمی کردن علیه دولت قانونی فلسطین و نمی اومدن این بساط رو را بندازن. منتها منظورم اینه اسرائیل مسئولیت داره به عنوان یه دولت دموکرات، دولت منتخب مردمش، و مردم اسرائیل مسئولیت دارن. و دیدم آدمای با شرفشون رفتن تو خیابون ایستادن، تظاهرات کردن. دو تا مقاله توی روزنامه هارتس خوندم که واقعا حس کردم از این وجدان بیدار دو تا نویسنده اسرائیلی. نه اینا هست. البته مطمئنا منظور شما از این که بقیه اگه نرفتن بی شرف اصلا نیست. نه نه، منظورم ابدا اون نیست. بخاطر مردم عادی خب نمیرن، ولی قرار روشنفکرا و نویسنده اینا که رفتن، خب اینا اسباب خوشحالی است که وجدان جامعه بیداره. شما یادتون های چالنگی اون اسرائیلی که صحبتشو میکنیم، واقعا تو بین الملل سوسیالیست ها حزب کارگر تو متفکرینی مثل رابین هست، بله، گوشتگلین هست، همین رئیس جمهوری فعلی علارغم موازهی که داشت برای تشکیل کشور فلسطین، ولی از کسانیست که به هر حال نظریه پرداز و انسانیست به قول شما سوجو هم به شکل دیگه. اما متاسفانه در این سوی قضیه آنچنان ما ندیدیم درباره محکوم کردن حماس نشستن و در راه بیمایی که آقا شما که دارید جنگ میکنید چهار تا پناهگاه برای این بچه های فلسطین، بله، از جمله کسانی که محکوم کرد کار حماس رو پدر جوان فلسطینی رو بوده شده بود، بله، حاضر شد با آقای ناتانیاهو صحبت کنیم. بله آقای نوری‌زاده؟ من تبیگه صحبم تموم شد، عرض کردم خودم. بله آقای سازگاره، یک دقیقه و خورده ای وقت داریم. به حال آقای چالنگی، من فکر میکنم اسرائیل در این عملیات نظامی که شروع کرده سه هدف رو دنبال داره میکنه. یکی از بین بردن این تونل ها که تا الان میگه 32 تاشو تخریب کردم، از بین بردن توان نظامی و به خصوص موشکی حماس، و ایجاد یک منطقه حائل ظاهرا به عمق 3 کیلومتر در تمام خط مرزی خودش با غزه، که اگر این رو هم موفق بشه در واقع پاره نقاط عرض غزه به کمتر از همون 3 کیلومتر کاهش پیدا خواهد کرد. به همین دلیل هم داره با فشار و حتی جنایت کوچ میده از این منطقه حائلی که میخواد ایجاد بکنه. متاسفانه این دورنما خبری از آتش بس نیست و کوچه‌های امثال محمود عباس و دولت مصر و غیره تا اینجای کار نتیجه‌ای نداده و دور به دست تندروان دو طرف حماس و تندروهای اسرائیلی افتاده. در منطقه هم کاسبای سیاسی مثل قطر، ترکیه و در رأسش هم ایران دارن بهره برداری میکنن. امیدواریم روزی منطقه روی آرامش ببینه، مردم فلسطین در کشوری مستقل و برخوردار از دموکراسی، نه آشیانه گروه هایی مثل حماس که در قطر و بقیه جا هستند. در کنار اسرائیل هر دو کشور مستقل و آزاد زندگی کنند و بهره‌مند از دوستی. سپاسگزار هستیم آقای نوری‌زاده عزیز و آقای سازگارا در واشنگتن. با سپاس از شما. به پایان این برنامه تفسیر خبر می رسیم.
با آرزوی فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال، سندو، سبلان، آسماری و الوند، کوهساران دراک و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.